خب دیروز و دوشنبه در مورد از خودکش بیگانه پرور گفتیم و هموطنان گرامی آزاد اندیش ما که اسیر فکرهای باطل نیستند بحث بسیار پسندیدن، تماس گرفتن و استقبال کردن. اما بیننده گرامی، در کل بیگانه پرستی یا عمان ارادت و تمایل بیش از حد به فرهنگ ها و تمدن های دیگر، مثلا بیگانه ها و مثلا همسایه ها، میتونه که در برخی موارد به تضعیف هویت ملی و محلی ما منجر شد، که مهمترین ضربی است که وارد میشه که ما هم این برجسته ساختیم دیگه چند روز، که امیدوارستم که هموطنان ما دقت کنن. ما از خود تاریخ داریم، هویت داریم، همه چیز داریم و بیگانه از خود داره. اما اگر ما مطلق تسلیم بیگانه میشیم و بیگانه رو بر خود الگو قرار میتیم و از بیگانه بیش از حد و اصطلاح تعریف تمجید میکنیم، به این معنی است که ما خود در وجود از او گم کردیم. یعنی ما ایچیم، هرچی از آن بیگانه هست که ما او رو تمجید و تعریف میکنیم. وقتی که افراد یک جامعه ارزش ها، سنت ها و فرهنگ های بومی خوده نادیده بگیرن و به جای آنها ارزش های فرهنگ های دیگران را قبول کنن، مشخص است که هویت ملی و محلی آنها ممکن است که دچار تزلزل شود. با این حال این مسئله بیداگرامی کم پیچیده هست و نمیتوان آن را به صورت مطلق مثبت و یا منفی ارزیابی کرد. در بعض موارد فرهنگ ها تأثیر مثبت خواهد داره. مثلا در زمانی که ما صنف 7 و 8 نوی مکتب بودیم، هجوم کتب و مجلات ایرانی واقعا تأثیر گذار بود بالای او دوره از هموطنان ما. دهه 50 رو میگم برای شما. اما به این معنی نبود که ما با خواندن کتاب ها تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار بگیریم، ولی در رشد و فرهنگ و در رشد زبان و در مسائل واقعا مؤثر بود. هنوزم بسیاری هم وطنان ما یادشان از مجله اطلاعات هفتگی و کتاب هایی که می آمدن در افغانستان. تعامل با فرهنگ های دیگر میتونه موجب تبادل فرهنگی و غنای فرهنگی شود و فرصت های برای یادگیری و پیشرفت فراهم کنه، چرا که شما را کردم دهی پنجاره. همچنین در دنیای جهانی شده امروزی تعامل با دیگر فرهنگ ها اجتناب ناپذیر است. این نمیتونیم که دوری کنیم، ولی نباید که غرق شویم در یک فرهنگ دیگر. در نهایت افز تعادل بین احترام و ارادت و فرهنگ های دیگر و افز و ترویج هویت ملی و محلی بسیار مهم است. ترویج آموزش و آگاهی بخشی درباره اهمیت فرهنگ بومی و تشویق به افز و پاسداشت آن میتونه که به جلوگیری از تضعیف هویت ملی و محلی ما کمک کنه. ما بیندگرامی مسائل شخص بسازم. بعضن هموطنان ما شاید فکر کنه که ما یک جهت را هدف قرار میدیم. ما در کل بحثا را میکنیم که اگر ما بتونیم راه بیرون رفت پیدا کنیم و برگشت کنیم به خود و به احترام و همدیگر خود. فعلا این چیزا از بین رفته، احترام از بین رفته، در عوض دوستی و محبت دشمنی و کینه و عناد بیشتر شده. بیکه با این مطالب اگر بتونیم روز یک نفر دو نفر هم تغییر عقیده بتیم و در یک مسیر مثبت و خاطر بقای هویت خود ما اون را جهت بدیم، فکر میکنم که بزرگترین موفقیت ما به دست آوردیم. و دیروز هم ما صحبت های داشتم و دیگه بیشتر نمیخوایم که ما او را ادامه بدم. امیدوار هستم که هموطنان گرامی ما بعد از این بیشتر، اینقدر ما مبارز داریم، اینقدر شاعر داریم، اینقدر آزادی خواه داریم، اینقدر ادیب داریم، و خدا دمی نسل که در 25 سال اخیر روش کرده در تمام کشور ما، اینقدر ما ادیب، گوینده، نویسنده، شاعر، قلمبردست، مبارز، آزادی خواه داریم که شاید در تاریخ کشور ما وجود نداشته. چرا ما اینا رو قدر نکنیم؟ چرا ما اینا رو روش ندیم؟ چرا اینا رو ما بلند نبریم که بریم دنبال بیگانه ها؟ بحث بیگانه از خودکش بیگانه پرور در همینجا به پایان میرسه. اما بحث امروزی، دیروز هموطن تماس گرفتن
یکی از دوستای ما بودن از انفطران صاحب نظری بودن، مسئولیت های هم داشتن در کشور. در رابطه با بحثی که دیروز من انجام دادم که ما با قوم مشکلی ندارم ولی با قومگراها مشکل دارم، چون قومگراهاست که ملت ما را از هم جدا میکنن به اساس تعلقات قومی. وقتی ما به فرقه فرقه شویم و قومهای مختلف جدا شویم، پس در اینجا ما نه تعریف مشخص میتونیم از هویت ملی داشته باشیم و نه تعریف مشخص از هموطن بودن میتونیم داشته باشیم، چون هر کی وقتی که قوم خود مینازه و قوم خود پرورش میتن به اصطلاح فاتحه اون ملت باید خوانده شود. و ما میخواییم بحث ادامه بتیم و از وطنان صاحب نظر ما از هر گوشی وطن ما که هستن تقاضا میکنیم بین شاملی بحث ها شون، شاید یک روز نتیجه بتم. افغانستان که بدترین و سیاهترین روزهای تاریخ خود سپری میکنه امروز ما شما میبینیم. در این میان کساری هستن که خوشحال هستن از وضعیت موجود، ولی میلیون های دیگر متاثر است. اما در این میان رسالت و مسئولیت هموطنان عزیز و قلم به دست و صاحب نظر و دانشمند و ادیب و نویسنده ما چیست؟ آیا در خوشی های اندک کسان سهم بگیرند و یا شاهد مصیبت بیشتر باشند و یا برای نجات وطن و مردم دست به کار شوند؟ افغانستان در حال حاضر یکی از تاریک ترین و دشوارترین دوره های تاریخی خود سپری میکنه. تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اخیر این کشور را واقعا در بحران های متعدد فرو برده. در این میان برخی افراد از وضعیت موجود خوشحال هستند و آن را به نفع خود میبینند، در حالی که میلیون ها نفر دیگر از هموطنان ما متاثر از این وضعیت نابسامان هستند. پرسش اساسی ایست که مسئولیت و رسالت هموطنان عزیز ما در این شرایط چی است؟ آیا باید در خوشی های اندک برخی سهیم شوند و یا شاید مصیبت باشند یا برای نجات وطن و مردم دست به کار شوند؟ افغانستان بینگرامی پس از دهه ها جنگ، بی‌ثباتی و دخالت های خارجی اکنون با چالش های بزرگ مانند بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نقض حقوق بشر روبروست. نظام سیاسی نامنسجم و بی‌ثباتی امنیتی نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است. میلیون ها نفر از مردم کشور ما به دلیل فقر و نبود امکانات اولیه زندگی در شرایط بسیار سخت و سر میبرند. در این میان گروه های مختلف از وضعیت موجود سود میبرند و به نحوی از آن استفاده میکنند. و در چنین شرایط مسئولیت و رسالت هموطنان ما و چند بخش از دید ما تقسیم میشن که اگر بخوایم کار کنیم و راه نجات جستجو کنیم. اولش از افزایش آگاهی و آموزش. آگاهی بخشی و آموزش به مردم از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. هموطنان ما میتونن با ارائه اطلاعات صحیح و دقیق در مورد وضعیت کنونی و راه های ممکن برای بهبود آن به افزایش آگاهی جامعه کمک کنند. این امر میتونه از طریق رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی و فعالیت های آموزشی و فرهنگی صورت بگیره. دیگه مشارکت فعال در امور اجتماعی و سیاسی کشور یکی دیگر از مسئولیت های هموطنان ما هست. این مشارکت میتونه از طریق حضور در انتخابات که فعلا نداریم، حمایت از نهادهای مدنی، حقوق بشری و فعالیت در سازمان های غیر دولتی صورت بگیره. با این اقدام مردم میتونن که نقش موثرتر در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها داشته باشند. و در عین زمان حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. هموطنان میتونن با ارائه کمک های مالی، توزیع مواد غذایی و ادویه جاد و حمایت از برنامه های سی و آموزشی به کاهش مشکلات مردم کمک کنه، که این اقدامات میتونه از طریق تشکیل انجمن ها و گروه های خیریه و همکاری با سازمان های بین المللی انجام شود. ولی مهمترین اصل که هست برای رسیدن به یک راه حل، ترویج وحدت و همبستگی ملی است. ترویج وحدت و همبستگی ملی نیز میتونه که
از دیگر وظایف مهم هموطنان ما باشه. در شرایط بحرانی تقویت حس همبستگی و همکاری بین اقوام و گروه های مختلف میتونه که به بهبود وضعیت کشور کمک کنه اگر ما حرکت کنیم. این امر میتونه از طریق برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، گفتگوهای ملی و ترویج احترام و تعامل پذیری متقابل صورت بگیره و همون نتیجه گیری. افغانستان در یکی از بحران‌ترین دوره‌های تاریخ خود قرار دارد و نیازمند تلاش و همکاری همه جانبه فرزندان خود است. در این شرایط وظیفه هر فرد و گروهی است که به جای سهیم شدن در خوشی‌های اندک و کوتاه‌مدت به فکر نجات وطن و مردم خود باشه. با افزایش آگاهی، مشارکت فعال در امور اجتماعی و سیاسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ترویج وحدت و همبستگی ملی می توانیم که به بهبود وضعیت کنونی کمک کنیم و آینده بهتری برای کشور خود و مردم خود رقم بزنیم. در این راستا بیننده گرامی، تلویزیون امید 24 از تمام هموطنان عزیز که مسئولانه به آینده وطن و مردم و دور از اندیشه های قومی و منطقی و زبانی می اندیشند تقاضا می کرد که تا باب گفتگو رو بیان باز کنیم و ادای مسئولیت کنیم. امید هستم در این راستا هموطنان عزیز ما با ما دست به دست هم بتن تا بتانیم کاری را شروع کنیم. یادتان باشه اگر ما کاری را از تورنتو که بزرگترین مرکز فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی هموطنان ما در بیرون مرزی شروع کنیم، این در همه جا تأثیر گذار می باشه.